نرم افزار دارک تیبل نسخه چهارمی خودش رو منتشر کرد. بقیده خیلی ها دارک تیبل میتونه با نسخه چهارش که منتشر شده یکی از رقبای ادوبی لایت روم حساب بشه. من چند سال پیش ویدیو رو منتشر کردم، البته ویدیوهای خیلی جالبی نیست چون چند سال پیش قدیمیه، خیلی حالا دوست ندارم کسی ببینه، ولی اگه پیدا کردم لینکشو میذارم. اونجا یه سری از جایگزین‌های ادوبی لایت روم رو من معرفی کردم که اگه نمیخوای از ادوبی لایت روم استفاده بکنی میتونی بری سراغ اونا. دارک تیبل نسخه 4 رو هم میتونیم به اون لیست اضافه بکنیم به خاطر یه سری ویژگی‌های خیلی خوبی که معرفی کرده. اولین ویژگی خوب اینه که اینترفیسش رو کلاً از نو طراحی کرده و با نسخه‌های قبلیش کلاً متفاوته. ویژگی بعدی یک کالر اسپیس جدیدیه، معرفی یک کالر اسپیس یا فضای رنگی جدیدی هست تحت عنوان یونیفرم کالر اسپیس 2022 که به اختصار UCS 22 هم بهش میگن، که برای تصاویر های رزولوشن خیلی کاربرد داره. حالا اینکه من دارم یه مقداری دنبال اینو میگردم بخاطر اینه که به انگلیسی نوشتم، باید همزمان ترجمه هم بکنم، یعنی البته کپی پیست کردم ننوشتم. نسخه 4 نرم افزار دارک تیبل رو میتونی از توی وبسایت خودش برای سیستم عامل های ویندوز، مک و لینوکس دانلود بکنی. از جمله ایمپروومنت ها یا بهبود هایی که نسبت به نسخه قبل داره اینه که 50 تا فیچر یا قابلیت جدید اضافه کرده و این در کنار حذف باگ هایی هست که از نسخه های قبل داره. من خودم دارک تیبل رو هنوز تست نکردم، اگر تست کردی یا ایده ای داری در موردش خوشحال میشم توی کامنت ها نظرتو ببینم. من محمد رضا صادقی هم و اسم هنریم رضا صادق.